سلام سلام و تمام گلهای گروه فیسبوک پیج امروزتان زیبا و هر روزتان شیرین، قلبتان پر از روشنی و مهربانی، امیدتان فقط به خداوند و نگاه حق همیشه با شما باشد. سلام، روزتان بخیر. امیدوارستم که حالتان خوب باشه و هر جا که هستین روزگار به کام زندگیتان با لبخند با شما یاری کنم. خدا کنه که روز خوب و خوشی رو آغاز کرده باشین. خوش آمدید میگویم به همه شما عزیزانی که همین لحظه در لایو من هستین. دیروز نه پریروز همونطور که قول داده بودم قرار بود که عصرش لایو بیایم و با شما عزیزان بیشتر صحبت بکنم. خب به خاطر ای که یکمکی مشغله هایی که داشتم و قرار بود مصاحبه ای که قرار بود پخش بشه، به این دلیل یک سری مشکلاتی پیش آمد که متاسفانه من دیگر رسیدگی نتونستم و ندانستم که لایو یعنی بیایم و با شما عزیزان بیشتر صحبت بکنم. یک روز هم استراحت دادم، ما بینش یک سری کارهایی که داشتم انجام دادم، حالا گفتیم امروز لایو بیایم و با شما عزیزان صحبتی داشته باشیم کوتاه. حالا در این روزهای قرنطینه که در خانه هستیم، در منزل هستیم و هیچ کاری نمی کنیم، بتانیم کمکی بیشتر وقت بگذارم و با شما عزیزان صحبت بکنم. پیامک های زیبای شما رو همین لحظه کم کم دارم دریافت میکنم. خوشحال میشم نوشته کنین که از کجا آنلاین هستیم به روی لایو ما و پیامک های زیبایتان رو سعی میکنم که به خانش بگیرم. مدت زیادی هست که البته از همه گی از شما، خب من 100% بیخبر هستم، حالا شما از من چقدر بیخبر هستین ایرام نمیدانم. خوش میشم که کمکی صحبت های ما بیشتر بشه و گفتگویی داشته باشم. البته من یک چیزی رو میخوام امتحان کنم، نمیدانم تا حالا از هیچ کسی هم نپرسیدم. مثلا در صفحه اینستاگرام وقتی که با طرفدارایم با فالوورایم صحبت میکنم، راحت روی اسمش کلید که میکنم میتونم که مثلا یک فالوور و طرفدار خودم، یک هموطن، یک دوست خودم بتونم بالا بیارم بری صفحه اینستاگرام و بتونم همزمان باهاشون صحبت کنم، نظر و عقیده و صحبت‌های شیرین نشانه شنونده باشم، رو در رو یعنی فیس تو فیس بتونم لایو باهاشون صحبت کنم. من چون مدت خیلی زیادی بوده که در صفحه فیسبوک خودم یعنی از لحاظ لایو آمدن فعال نبودم، اینو نمیدونم که واقعا امکاناتش هست یا نه، و خصوصا هم که پیج باشه. حالا فیسبوک عادی به نظر میشه، اما از فیسبوک پیج زیاد اطلاعات ندارم، اما میخوام یک بار امتحان کنم ببینم میشه یا نه، و اگر کسی که آگاهی داره میتونم برای من نوشته کنه که من بدانم آیا همچین آپشنی داره فیسبوک پیج یا نداره، چون دوست دارم که در این روزهای قرنطینه که در خانه هستم حداقل فرصتی باشه برای صحبت کردن با شما فالوورهای عزیز که بتونیم کمکی درد دل کنیم، صحبت کنیم و از خودتان بگین، از ما بگین چی کار میکنین، کجا هستین، مصروف چی هستین، روزهای قرنطینه چطور میگذره. اگرچه که اگر پیام هم برام نوشته کنین میتونم همین لحظه برای شما عزیزان یعنی بخونم و جواب بدم. خب میریم کم کم سراغ پیام خواندن پیامک های شما، اول که ببینیم چی نوشتین. چرا استاپ کرده اینجا با روی استاپ این رو نمیدونم. خب همون خراب میشه، تلخ میشه، شیبید داریم بله که خب داریم. قبلا هم البته این مشکل بود ولی فعلا فکر میکنم تقریبا اوکی هستن. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه حالا بریم سراغ بقیه مسائل، من نمیفهم که آیا از طریق فیسبوک پیج میشه یا نه، یه یک بار امتحان میکنم. نه متاسفانه که فکر کنم آپشن نداره و نمیشه از این طریق. من دیروز نه پریروز روی یک روی آهنگ آشتی با شما عزیزان صحبت کرده بودم که برای شما عزیزان توضیح داده بودم که ویدیو کلیپ جدیدم به نام آشتی را و یا آهنگ آشتی را من تقدیم شما عزیزان کردم و به کانال رسمی یوتیوب خودم پروانه پرستش این ویدیو کلیپ آپلود شده و دوست دارم که شما برین گوش کنین و شنونده باشین. و به خاطر مشکلاتی که من در یک کشور دیگه بودم که 2 ماه قرنطینه بودم و یا اینکه امکانات اینترنت خیلی کمتر
کمتر بود و امکانات کمتر بود، من نتونستم که دسترسی بیشتر پیدا بکنم. کمکی برای من مشکل بود که بیشتر بکنم مثلا درباره کار جدید آهنگ آشتیم با شما ایزان صحبت بکنم. آها. و وقتی که من برگشتم، البته 3-4 روز بیشتر نمیشه که من از سفر برگشتم و الان هم باید 14 روز دیگر در خانه باشم و استراحت من ادامه بدم، اگرچه که حالا استراحت بگیم که در خانه باید در منزل باشم به خاطر ای که باید متوجه صحت خودم باشم، چون در سفر بودم در میدان هوایی خب ترانزیت داشتم و بعد هم به خاطر سلامتی خانواده و دوستان باید که از رفت آمد پیشگیری کنم. اگرچه که در فنلاند اصلا در طول 2-3 روزی که من دیدم هیچ کسی نه دستکش استفاده میکنه نه ماسک استفاده میکنه و یگانه کسی که دی دوباره که بیرون رفتم خودم هم میبینم که ماسک و دستکش استفاده میکنم. اما این خوب است که آدم بهداشتش رعایت بکنه و خصوصا این مریضی یا این ویروسی که متاسفانه در تمام جهان فرا گرفته و فعلا کاریش نمیشه کرد، خوب است که بتون آدم از خودش مواظبت کنه. آهنگ آشتی داشتم روی صحبت میکردم و داشتم براتون توضیح میدادم این که در حال حاضر در کانال یوتیوب هستم 100% به عنوان یک شخصی که در زمینه کارهای هنری دارم فعالیت میکنم و چندین سال است که دارم برای شما عزیزان میخوانم و آهنگای من ارائه میکنم و زحمت میکشم برای تهیه آهنگ ها و کلپ هایم، 100% واکنش شما، نظر و نقد شما برای من در کارهای هنری خیلی مهم هست که خوشبختانه در 2 روز پیش که من به لایو اومده بودم و صحبت کرده بودم و گفته بودم که 100% منتظر پیامک های شما عزیزان هستم، تعداد زیادی از دوستان، هموطنان، طرفداران یا هر شخصی که از پیج مرا فالو میکنه، کارهای من، آهنگای من یا از یوتیوب به هر صورت زحمت کشیدن و رفتن پیامک های زیبایشان رو برای من ارسال کردن در کانال یوتیوب. من امروز صبح که از خواب بیدار شدم چون کار خاصی نداشتم سعی کردم که بتونم اولین کاری که کنم پیامک های شما عزیزان جواب بدم، که درصد زیادی از پیام ها رو من جواب دادم امروز به کانال یوتیوب. زیر ویدیو کلیپ آشتی بود، چرا بی قراری بود، آهنگ عشق قدیمی بود و آهنگ پدر هنوز که هنوز است خیلی طرفدار داره و پیامک هایش مدام برام میاد، آهنگ دیدی چی کار کردی بود که پیامک های شما عزیزان ما دریافت کردم و خیلی خوشحال هستم که صدای من رو بی صدا نذاشتین و سکوت نکردین و عده‌ای از عزیزانی که همیشه طرفدار ما بودن حمایت کردن کارهای هنری من و تعقیب کردن، همیشه پیگیر آهنگ های ما بودن، سپاسگزارم از شماها که وقت گرانبهایتان رو گذاشتین و همطور که من برای شما عزیزان زحمت میکشم و آهنگای ما تقدیم شما عزیزان میکنم، شما هم وقت گذاشته به کانال یوتیوب ما سر زدین و تشکر از او عده‌ای که در حال حاضر از کانال یوتیوب ما یعنی فالوور هستن، به اصطلاح کانال ما را سابسکرایب کردین و از اونجا عضو هستن و آهنگای ما را تعقیب میکنین. به هر صورت من خیلی خوشحال هستم از اینکه تونستم پیامک های زیبای شما رو دریافت کنم و طبق معمول هم البته همیشه بدون اینکه حتی خودم برای شما عزیزان گفته باشم همیشه پیامک های زیبایتان به روی موبایل میبینم که برای من فرستاده میشه به کانال یوتیوب و هر باری که این پیامک های زیبا رو من از طرف شما دریافت میکنم و میخونم واقعا احساس غرور، احساس افتخار میکنم به خودم و خوشحال هستم. تشکر از اون قلب های زیبا، همشون توی قلب من جا دارن، محبت شما عزیزان و خیلی انرژی خوب گرفتم، حس خوبی گرفتم و خواستم که امروز لایو بیایم و یه خوشخبری رو با شما عزیزانی که همیشه در کنار من از راه دور بودین و سپورت کردین، حمایت کردین برای من، تشکر از قلبای زیبایتان که برای من میفرسته، مرسی مرسی ها، همش روی قلب من توی سینما هستن و تونستم که امروز باز هم لایو بیایم و با شما عزیزان این خبر خوشم شریک بسازم.
مرسی از این گل‌های زیبایی که برام میفرستین، مرسی از این قلب‌های زیبایی که برام روان می‌کنید، تشکر جهان سپاس از اینکه باز هم از همین طریق، از همین لایو، از همین فیسبوک هم محبت خودتان رو برای من ارسال می‌کنین. واقعا همه ایتون و دوستانم، واقعا برای هموطنان عزیزم سعی می‌کنم بتونم یک الگو باشم. هیچ کار خاصی اگر من بتونم بکنم، حداقل آهنگ‌های خوبه بتونم برای شما عزیزان ارائه کنم و بتونم آهنگ‌های زیبایی برای شما عزیزان بیشتر و بیشتر و بیشتر بخونم. تنها راهی که میتونم در حال حاضر محبت من و انسان دوستی من با شما عزیزان شریک بسازم، راه هنر هست، راه موسیقی هست. اگرچه که بسیار زیاد سینما را میس کردیم، دلتنگ سینما هستم، ولی شما در سالیان گذشته شاهد ای بودین که متاسفانه سینمای ما در حال حاضر پیشرفت خاصی نکرده. و اگرچه که تقریبا چند وقت پیش هم برای من پیشنهاد یک دو فیلم سینمایی آمده بود، ولی خب به خاطر بعضی دلایلی و شرایط هایی که فعلا در حال حاضر اوکی نبود نتونستم اکسپت کنم. ولی خوشحال هستم از اینکه هموطنان عزیز من پیگیر هستن، انرژی مثبت به من میدن، از دوستانی که در رسانه ها کار میکنن و همیشه وقت زنگ میزنن، از رسانه ها سوال میکنن که پرستش جان کی به کابل آمدی، نیامدی، هستی در کابل، میخوایم در برنامه دعوت کنیم، میخوایم به رادیو دعوت کنیم، میخوایم مهمان مثلا ویژه برنامه ما باشی. و در طول این دو سالی که من نتونستم به کابل بیایم، باور کنین انقدر خون دل که خودم میخورم، شاید نمیدونم باورتان بشه یا نه، چون یکی که پدر جانم مریض هستن که شما آگاه هستین، متاسفانه چندین سال هستم و متاسفانه هر از گاهی حالشون بد میشه و کمکی ذهنیت روحی خودم آرام نیست. و از یک طرف دیگر شرایط وطنمون چون نارام هست در این آخر که همه شما شاهد هستین، به خاطر همین چندین دلیلایی که در زندگی من هستن، من نتونستم که به افغانستان سفر کنم و بیایم و به کابل بیایم و بتونم با شما عزیزان از طریق رسانه ها مهمان خانه های شما عزیزان بشم. ولی با وجود ای که من اگر یکم مدت طولانی میشه که یعنی من در رسانه ها حضور ندارم، ولی از طریق پیجایم شما مرا تعقیب کرده، از طریق ای کانال یوتیوبم، از طریق تلگرام، از طریق اینستاگرام، از طریق همین فیسبوک پیجم همیشه مرا حمایت کردین، به یاد ما بودین و آهنگای مرا گوش کردین. خصوصا از وقتی که کارهای هنریم، آهنگهای من، مسیر آهنگهای من تغییر دادیم و با اشخاص خیلی پروفشنال تر دارم کار میکنم، با اشخاصی که واقعا از لحاظ موسیقی علمشان واقعا یعنی حرفه‌ای هستن و علمی دارن پیش میبرن. آهنگایی که به من میتن و اشعاری که برای ما میتن، آلبوم آهنگ جدیدی که مثلا برای شما تهیه کردم، واقعا فوق العاده، یعنی از هر لحاظ من فکر میکنم که واقعا بهتر هستن. من آهنگای قبلی من دوست دارم، من میدونم شاهدی هم هستم که شما هم آهنگای قبلی من رو دوست داشتین و دوست دارین. و تشکر از اینکه واقعا از آغاز کار هنریم همیشه مرا حمایت کردین، سپورت کردین، واقعا سپاسگزار هستم. ولی شاهد ای هستم که طرفدارای عزیز نازنین من با ای که دارم آهنگای فارسی میخوانم، اگرچه که من فکر میکردم مردم مملکت من خیلی خیلی زیاد راسیست یا فاشیست هستن، ولی خوشبختانه ایرا میبینم که واقعا روشن فکر هستن و انسانهای روشن فکر داریم که با تم افکار واقعا روشن و دید گسترده دارن به جهان نگاه میکنن، زندگی میکنن و آهنگای من رو ساپورت میکنن. چون من وعده داده بودم که کم کم سعی میکنم که بتونم آهنگای متفاوت تقدیم شما بکنم، که آلبوم اول من به زبان دری بود، الان آلبوم دوم به زبان فارسی هست و با یکی دارم دری نمیخوانم فارسی میخوانم، واکنش خیلی خوب و مثبت از طرف شما عزیزان من دریافت کردم. پیامک های زیبایی که من به کانال یوتیوب خودم دریافت میکنم ارسال میشه از طرف شما، پیامک های زیبایی که به کانال اینستاگرام میایم و سوال هایی که در هیستوری میپرسم از شما عزیزان و پاسخگو میباشین و با ما دوباره جواب روان میکنین، واقعا حس و حال خیلی خوبی میگیرم از شما عزیزان. ببخشید
چای سبز که مادر جام برم دم کردن و به هر صورت خیلی خوشحال هستم، خیلی انرژی و خوب و قوی گرفتم از همه ایتان و این خیلی خوب هست. این حس واقعا فوق‌العاده هست که شما مرا حمایت میکنین، سپورت میکنین، آهنگای مرا گوش میکنین، نظرتان رو برای من نوشته میکنین و پیگیر آهنگ ها و کلپ های من هستین. واقعا نمیدانم چجور کنم، مثل یک خورشید، مثل نور آفتاب، واقعا این پیامک هایتان برای من میدرخشه. و یکی از دوستان یا هموطنانی بودن که فکر میکنم حالا هموطن یا دوست ما بودن که به اصطلاح خب این شخص من نمیشناسم، به عنوان یک طرفدار برای من نوشته بودن که پروانه جان امروز یکی از پیام هایی که مثلا در ذهن من واقعا جالب بود که برایشون جواب دادم خواندم این بود که پروانه جان گفت با این همه دشنام و فوش ها یا گپ های بسیار زشتی که بعضی اشخاص به زیر ویدیوهای شما نوشته میکنن یا در پیج شما نوشته میکنن، فکر میکردم در اوایل کارهای هنری شما شاید کارهای هنری تان رو واقعا عقب بکشین، یعنی استاپ کنین و دیگه ادامه نتین. و این شخص میگفتن به شخصا اگر خودشان میبودن شاید واقعا افسردگی میگرفتن و دیگه ادامه نمیدادن. و من یک مثال خیلی کوتاه برایشان نوشته کردم از اینکه بهار شروع شد و آلرژی من هم شروع شد، ببخشید. یک مثال کوتاه برایشان دادم، گفتم ببینین انسان وقتی که مثلا یک یک دیس یک سینی و امو پدنوس که میگن برنج میخواین که پاک کنه، نه که ببینین لابلایش بگردن که سنگایش خورده ریزه سنگی چیزی اگر باشه از لابلایش بردارین و بعد مثلا صاف بشه یا تمیز بشه اون برنج مثلا چیده بشه. من هم گفتم او زیباترین پیامک هایی که برای من ارسال میشه واقعا مثل الماس های کمیاب هست که برای من واقعا در جلوی چشم من میدرخشه. تشکر باش گل قلب من، چرا قم شد سرچپه گرفتم، خب دارم حواسم صحبت کردن است. مرسی 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 مرسی، همیشه میگیرم. این پیامک های زیبای شما مثل هر دانه الماس زیبا هست که واقعا بر من ارزش داره و 100% بیشتر از اینکه فوکس من سر پیامک های منفی باشه مستقیما ضمیر ناخودآگاه من به من دستور میده و من همین پیامک های زیبا و پر انرژی شما عزیزان من دریافت میکنم ذهنم و به خانش میگیرم. و البته او پیامک هایم که اگر که مثلا بعضی اشخاص به احترامی میکنن و پیام های ناخوشایندی مینویسن، من اصلا هیچ وقت ناراحت نشدم، هیچ وقت در قبال شما عزیزان استاده نشدم، دشنام ندادم، دم نزدم، به احترامی نکردم و چون من رو خسته نمی کنن، ناراحت نمیشم و اتفاقا احساس میکنم که در کار موفق هستم، احساس میکنم که او عده کسایی که اگر کمکی مثلا از حسادت یا از حرص دنبال یک بهانه میگردن که یک حرفی بزنن، دلیلش این هست که من در طول این چندین سال واقعا تانستم پیشرفت بکنم و تانستم محکم روی پاهای خودم بیستم و تانستم واقعا بتانم از طریق و از راه درستش در هنر موسیقی پیش برم. من خیلی سوال ها هست که جواب دارم از طرف شما و خیلی سوال ها خودم دارم که یا خیلی مسائل هست که یعنی اگر ما بخوایم با شما در میان بگذارم واقعا خیلی مسائل مثلا که اصلا کلا گذاشتم روش خاک نشسته، یعنی اصلا دست نمیزنم بهشان چون نمیخوام زندگی ما یا ذهنیت خودت درگیر افکار و صحبتها و تقاضاهای منفی در رس کارهای هنری میکنم. به این خاطر است که شما وقتی که کارهای هنری مرا دنبال میکنین، تعقیب میکنین، 100% نوآوری هایی در کارهای هنری ما دیدین و حس خوبی که من از طرف شما میگیرم، یعنی واقعا روز به روز بیشتر رو در رو بشم، بتونم روز به روز بیشتر برای شما عزیزان بخوانم. اوه خیلی حرف زدم دیگه، یک دقیقه من استاپ میکنم، من با اجازه تان یک چیز رو چک کنم. آی 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 خب اشکال نداره، ما از یک
من میرم سراغ خواندن پیام های شما کمکی بخونم مثلا چی نوشته کردین برای من. خیلی عالی هستی رحمت هنر دوست. بانو پروانه تشکر رسیدم. غلام سرور نوشته که سلام. سعید سمندر قلب فرستادم، ممنون، مرسی. و love you too آیات قنبری تشکر، مرسی از گل زیبایی که به من فرستادی. مصطفی شیرزاد عزیز، خب هموطنان عزیز، من یک چیزای دیگه در ذهن ما بود میخواستم برایتان بگویم، اگر که کم فراموش کار که نشدم، انقدر زیاده حرف زدم از ذهنم پرید. فکر میکنم روی آهنگ های جدیدم انشالله باز بعدا دوباره باید صحبت میکنم، روی کلپ های جدیدم که چه آمادگی هایی گرفتم و چه سپرایز هایی برای شما عزیزان دارم. اگرچه که طی یک و نیم سال دو سال گذشته من همیشه ماه رمضان به افغانستان بودم، به کابل زیبایمون واقعا بودم و دلتنگ اون روز هم هستم. سال تقریبا یک سال و نیم دو ساله میشه که به سال نو یا عید قربان نیستم به افغانستان و الانم که شرایط کرونا هست که میدانین همیشه پدرها مادرها نگران اولادشان میباشه که حالا اگر به مسافرت باشن که زودتر برگردن پیش فامیل، و اگر هم که در خانه هستن میگن فعلا بشی سر جای تو، بشی در خانه و از خودت باید مواظب و سلامتی متوجه سلامتی خودت باشی که بتانی در آینده فعالیت های بیشتری داشته باشی. به این خاطر است که پروازم همگی ماها میدانیم که هیچ جای پرواز نیست و متاسفانه هیچ جای هم رفتن نمیشه و در خانه باید باشیم و بتانیم که به طریق درست در خانه روزهای زندگیمون رو به خوبی سپری کنیم. خدا کنه که شما هم یگان سرگرمی داشته باشین در منزل، همراه پدرجان، مادرجان، خواهر و برادر، همراه عروس و داماد و طفل و نوه و نواسه و همه اینا حداقل ساعتتان تیر باشه. و واقعا سخت و دشوار هست که در این روزهای قرنطینه خیلی انسان‌ها هستن که افسردگی گرفتن و واقعا بیش از حد دپرشن دارن که نمیدونن چیکار بکنن، ولی خوب است که بتونیم در داخل منزل سرگرمی‌هایی پیدا کنیم که خسته کن نباشه و از طریق درست بتونیم خودمون رو پیشرفت بدیم و کارهایی که قبلا نمیتونستیم انجام بدیم حالا بیشتر بتانیم که به اونا رسیدگی کنیم. و این هم یک تایم خیلی خوبی هسته بخاطر که من سعی میکنم که در طول این مدتی که حالا قرنطینه هستم و در خانه هستم تمرینات موسیقی من بیشتر کنم و بتانم بیشتر تمرین داشته باشم روی آوازم. خبرهای خیلی خوب دارم، خبرهای خیلی خاص دارم برایتان که کمکی نیاز به زمان دارم و در روزهای آینده سعی میکنم که دوباره لایو بیایم و با شما عزیزان صحبت کنم. یک پیامی به چشمم خورد تقریبا همین چند ثانیه پیش و یکی از اشخاص نوشته بودن، نمیدونم چی نوشته بودن، فقط متوجه شدم که درباره ماه رمضان بود. ببین دوست عزیز، هموطن عزیز، مخاطب عزیزی که در پیج من هستی و فعالیت داری، کارهای هنری من رو دنبال میکنی و لایو مرا بیننده هستی، وقتی که میای یک پیام منفی میذاری، من نمیدونم که این پیام منفی شما را مثلا از کدام لحاظ برداشت کنم، ولی خب این باور دارم و این را حس میکنم که فالوورها و طرفدارای اصلی اشخاص میباشن که معمولا دشنام میخواین بتن یا میخواین یک گپی بزنن که مثلا هنرمندشون یا یک جوانی که در مملکتشان دارن حالا خارج یا داخل میخواین که مثلا تخریب بکنن به گونه ای و حرف زشتی بزنن که ناراحت بشه یا مثلا به تمرکزش به هم بریزه یا اعتماد به نفسش با این بیایه. ببین مخاطب عزیز، مثلا برای من نوشته که نمیدونم چی نوشته کردم، فقط میگم یک قسمت از پیام ما خواندم که درباره ماه مبارک رمضان نوشته کرده بودین. ما خدا رو شکر، یعنی همه ماهایی که
به خداوند ایمان داریم، مسلمان هستیم و در حال حاضر من در لایو خودم صحبت میکنم و نخواندن میکنم یا نه رقص میکنم یا نه کدام حرکت غیر اخلاقی دارم انجام میتونم که مثلا شما نوشته میکنین که نمیدانم از خدا به ترس ماه رمضان است. همه انسان ها اول خودشون باید جوابگوی